عنایت الله حفیظ، فعال سیاسی اجتماعی از آنکارا، پیرامون این خبر با ما همراه هستند. آقای حفیظ سلام و عرض ادب. سلام، درود به شما. زنده باشید. آقای حفیظ، با توجه به افزایش تعداد افراد نیازمند به کمک‌های بشردوستانه در افغانستان، به نظر شما چه اقدامات مؤثری می‌تواند از سوی جامعه جهانی برای حمایت پایدار از آسیب‌پذیرترین اقشار به ویژه زنان و دختران انجام شود؟ بفرمایید. بعد سلام مجدد خدمت شما و تمام بیننده‌ها و شنونده‌های شما. جامعه جهانی در طول سالیان متمادی، چی در 20 سال گذشته دوران جمهوریت، چی قبل از او و بعد از او، کمک‌های بشردوستانه به افغانستان داشته، اما یک راهکار مناسب جهت از این که مردم افغانستان به پای خود بیسته نداشته. نفس کمک‌های بشردوستانه و کمک‌های بلاعوض به شکلی که در افغانستان توزیع میشه، این مردم را همیشه طور بار میاره که نیازمند باشه و کمک های بدونی که ایجاد اشتغال و بدونی از این که دستمزد برای کس پرداخت شوه، کمک ها را به طور ناعدلانه یا عدلانه توزیع میکنه، این جامعه را نیازمند و فقیر بار میاره. جامعه جهانی چند کار را میتونه بکنه که بالای گروه حاکم فشار بیاره تا ای که زنان که قشر آسیب پذیر جامعه افغانستان را تشکیل میده، اینا آزادی های خود را دوباره به دست بیاره و بتونه اینا به شغل و به کار و به تحصیل خود برگرده که وقت میتونه جامعه رشد بکنه. و دوم دیگه کارخانه ها و تولید و اما فابریکات تولیدی و همچنان چیزهایی را به وجود بیاره که مردم بتانه آیسته آیسته هم کار کنه و هم مزد به دست بیاره. این میشه که جامعه را به شکل درستش روی پای خود استاد بکنه. این کمک را که جامعه جهانی میته، مثلا زمستان کمک زمستانی، بهار یک چیز دیگه توزیع میکنه، لباس و خوراک و اینا، این جامعه را بسیار درست تربیه نمیشد. جامعه به شکلی بار میآید که خب میآید با گندم میاره، روغن میاره، دیگه میکنه. این خودش نه تنها که برای جامعه سود نداره، بلکه جامعه را از بین میبره، جامعه را نابود میسازه که متاسفانه در طول سالیان متمادی مخصوصا از طرف WFP و سایر نهادهای بین‌المللی که در افغانستان کمک می شده، این کمک ها افغانستان را نابود ساخته، افغانستان را نیازمند برآورده و افغانستان را به این وضعیت که فعلا روبرو هست آماده ساخته. بنابراین باید جامعه جهانی رویش خود را تغییر بده، آزادی های مردم را دوباره و فشار بیاره که مردم آزاد باشه، کار بکنه و تولیدات داخلی در رشد بتر، سرمایه گذاری بکنه روی منابع داخلی و مخصوصا زراعت و آبیاری و اینا که اقتصاد جامعه رشد بکنه. این کمک های یک دفعی و یک بار مصرف اینا برای جامعه مفید نیست. بله، ممنونم. با تشکر از عنایت الله حفیظ، فعال سیاسی اجتماعی از آنکارا که پیرامون این خبر دعوت ما را پذیرفتند.